نیلوفر دور ششم مذاکره ها دو روز دیگه قراره که آغاز بشه. چه محورهایی داره، چه چیزی مشخص از الان؟ چیزی که از طرف مذاکره کننده ارشد اروپا انریکه مورا در دور قبلی گفته شده اینه که او امیدواره که این دور آخر باشه و تا حدودی هم ابراز خوشبینی کرده که از اینکه میتونه این اتفاق بیفته، ولی این موضوع هنوز قطعی نیست. حداقل آمریکا میگه دلیلی برای ابراز خوشبینی نداریم. از طرف دیگه روز گذشته هایکو ماس وزیر خارجه آلمان هم به این اشاره کرده که ایران باید تصمیم‌های سیاسی لازم رو بگیره. باید در این دور ببینیم که آیا اختلافات موجود حل شده یا نه. اختلافاتی که به گفته دیپلمات‌های اروپایی و ایرانی باید تصمیم نهایی در موردش در داخل در واقع کشورها گرفته بشه و بعد از اونه که به راحتی امکان پذیر رسیدن به یک توافق سیاسی که به دو طرف اجازه میده که برگردن به تعهداتشون در برجام و آمریکا هم در واقع بعد از برداشتن تحریم‌ها به دوباره عضوی از برجام باشه. اختلاف های باقی مونده همچنان بر سر لیست تحریم هایی که آمریکا باید لغو بکنه و اقداماتی که ایران برای بازگشت به برجام باید برداره، از جمله بحث مربوط به تحقیق و توسعه سانتریفیوژ های ایران و گارانتی که ایران از در واقع تضمینی که ایران میخواد از آمریکا برای اینکه این تحریم ها برداشته بشه، چیزی که به گفته دیپلمات های اروپایی خیلی پیچیده است. میدونیم که همزمان هم آژانس انتقاداتش رو از ایران بیشتر کرده در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، در مورد اینکه اگر توافقی صورت نگیره کار برای آژانس بسیار پیچیده‌تر از الان خواهد بود و این موضوع رو در صحبت‌های آقای گروسی روز گذشته شنیدیم. لحن او بسیار تند بود، انتقاداتش بسیار زیاد بود، از عدم اعتماد صحبت می‌کردیم که ایران وقتی دسترسی بازرسان آژانس رو محدود می‌کنه نمی‌تونه انتظار داشته باشه که اعتمادی ایجاد بشه و نگرانی خودش در این زمینه رو اعلام کرد. می‌دونیم که ایران غنی‌سازی در واقع 60% رو داره پیش میبره، زمان گریز هسته‌ای در نتیجه کاهش پیدا کرده و همه اینا با موضوعات باعث نگرانیه. ولی چیزی که در وین در هتل محل مذاکرات اتفاق میفته اینه که فعلا گزارش های آژانس در این زمینه رو بهش میگن، توجه میکنن، ولی تأثیری در روند مذاکراتشون نداره و همه هدف اینه که به یک توافقی برسن برای اینکه همین نگرانی ها برطرف بشه در صورت بازگشت ایران به تعهداتش و اجرای دوباره پروتکل الحاقی و اجازه دسترسی دادن به بازرسان آژانس در ایران. ولی اینکه این اتفاق این هفته و هفته آینده بیفته و توافقی حاصل بشه یا نه هنوز قطعیتی در موردش وجود نداره.